برنامه تلویزیونی و غیره میبینی راجب روانشناسان و دارید اینو متوجه شدید که یه گزارشی داره میدید که یه همچین چیزی بوده؟ بله، مسلما مقایسه بوده، دختر خوشگله، دختر زشته، پسر خوشگله، پسر زشته و و و کوتاه، بلند، چاق، لاغر، کر، شنوا و و غیره بوده، چاق، لاغر، همه اینا بوده. ما همه اینا رو میدونیم، مراجعه کننده های زیادی میبینم در این مورد، ولی ما با EMDR ما رو شما رو میبریم میگیم چه ایمیجی، چه عکسی توی خودت راجب اون موقع داشتی، خودت رو چی میدیدی. مرسی مریم جون، به به، چه ایمیجی داشتی. این دستگاهی است که نشون میدیم و شما میبینی که خودت مثلا ایمیج یک دختر مثلا نه خیلی زیبا میدیدی خودت رو، درسته؟ بله. خب ما با این دستگاه که نشون میده شما چپ و راست رو نگاه میکنید، بس به سرتون چیزی وصل میکنیم، به انگشتاتون وصل میکنیم و با شما صحبت میکنیم و خیلی قشنگ شما متوجه میشید که چی داره میگذره. مریم خانم صداشو میتونیم بلند کنین؟ داشتند بعد از انجام 4-5 جلسه EMDR تونستن که کاملا حالشون خوب بشه و این کابوسا رو نداشته باشن و الان عزیزی که داره این کارو میکنه ما به گوشش میگذاریم، چیزی رو میشنوه و دستش هستش و نگاهش هست و با این دستگاه حرکت میدیم به طرف راست و چپ و همزمان باهاش صحبت میکنیم، راجع به خاطرات گذشته ازش میپرسیم و بعد از یک مدت خیلی کمی خودش میگه که چقدر حالش بهتر شده. بعضی وقتا حتی یک جلسه کسانی ما داشتیم که میترسیدن توی جاده های اصلی فریوی شاهراها رانندگی کنن، تونستن با این عمل با یک یا دو جلسه حالشون خیلی خوب بشه. کسانی بودن که از حیوانات میترسیدند و با انجام این عمل و صحبت کردن با ایشون حالشون خوب شده. کسانی بودن که دچار تصادفات بودن، دچار آزارهای جسمی و روانی بودن، تجاوزات بودن، بعد از انجام دادن چند جلسه EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing حالشون خیلی بهتر شده. همطور که گفتم میدونستم یه واقع بدی اتفاق افتاده ولی دردش از بین رفته، یعنی اون قسمت مغز هیپوکامپوس که این خاطرات تلخ رو نگه میداره دیگه اون خاطرات رو از بین میبره. دستگاه واقعا فوق‌العاده و فوق‌العاده کارساز هست. مریم عزیز دستتون درد نکنه، دیدید که نشون دادیم. بنابراین اون وقت شما اون ایمیجی که دارید راجع به خودتون، حالا هر خودتون رو میتونید بگید به من چه جوری میدیدید؟ بچگی؟ همون لحظاتی که مثلا مقایسه میکردن، نگاه نمیکردید، صورتتون، ایمیجی که جلوتون میمد چیه؟ بله خب من احساس میکردم که خب اون خواهر خوشگلتر هست و سرزبوندارتر هست، سرزبوندارتر بود. بعدم خب توجه همه رو جلب میکرد با کارهایی که میکرد، خیلی خب خوب بود، نه که بد باشه، ولی من اون موقع احساس میکردم خب من لابد خوب نیستم. اون تصور برای من توی مغز من به وجود اومده بود که من زیاد همیشه کناره میگرفتم. بله میفهمم. حتما تشریف بیارید. در کجا زندگی میکنید؟ لس آنجلس. بسیار عالی، بسیار عالی. تشریف بیارید، با این EMDR تکنیک بسیار خوبی است، ما میتونیم کار بکنیم و اون خاطرات تلخ و اون حالت رو از بین میره. و در و همکنون نگاه بکنید شما خودتون رو و یه لیستی از تمام صفات خوبی که دارید. اون موقع میگید که به دوستی به آدما نگاه نمی کردم، آیا الان دوست دارین؟ بله بله الان اینو واقعا سعی میکنم و سعی خودم اینو حتما میکنم که با آدما خیلی بیشتر ارتباط داشته باشم و تا اونجا که میتونم محبت کنم، محبت واقعی نه اینکه ظاهری. بله البته خب باید این محبت هم دو طرفه باشه، شما نمیخواید که به خاطر که محبوب بشید زیاد محبت کنید، قراره که قدرتون رو بدونن. میدونید اگر محبت میکنید به کسی محبت کنید، چه دوست، چه فامیل، خواهر، برادر، اطرافیان، اندازه‌ای باشه که
قدشناس باشن. البته ما گفتیم نودوستی پیامدش قدناشناسیه، نمیخوام منتظر باشید که قدرتون رو بدونن رو سرتشون بگذارن، ولی بدونید که با چه کسایی در ارتباط هستید، وقتتون رو حروم میکنید، انرژی میگذارید، با چه کسایی رفت و آمد میکنید، انتخاب کنید. اگر مثلا حتی فامیل نزدیک، دوست نزدیک آزارتون میده، لازم نیست که ارتباط داشته باشید. میدونین چی میگم؟ برای اینکه خود شما گوهر وجود شما، خودت باید بنویسی تمام جا، جلوی آینه، جلوی کلازت، جمع جا، من خوبم، بقیه هم خوبن، من خوبم، تو خوبی، ولی من انسانی هستم واقعا مهربان. اگه بخوای راجب خودت بگی چی، مثلا 5 تا صفت خوب خودتو بگی، 5 تا صفت که بقیه راجب شما میگن که خوبه، چی میگین شما؟ من زن مهربان، به به، فداکار، مقاوم، صبور و با استقامت هم مقاوم هستش، با پشتکار و عاشق، عشق. بله عاشقم هستم واقعا. اوکی، مهربان، مقاوم، پشتکار، عاشق، خیلی خوبه. فداکار و صبور رو من سوال دارم، فداکار به چه معنایی است؟ درست میگه، فداکار دیگه نمیخوام باشم. شاگرد اول اینا. اینو بعد رو فیسبوک بگذارم حتما، این خیلی یوتیوب و همه جا خط بزنم، یعنی خط زدم استفاده ندیدم، ضرر هم دیدم. اینه که دیگه فکر میکنم به قول شما میگین که اون حد یادم بکنه برای کسی که قدش، نه قدشو بدونه که بهش بر نگردنه تو صورتش بزنه. بله سعی میکنم، و چند موضوع پیش اومده که واقعا توقف کردم. مثلا با بعیده از شما توقف کنی، ولی واقعا توقف کردید؟ بله بله، یعنی پلو خودم، با خودم خیلی فکر کردم که این کارو میکنم زیاده، یعنی چیز هستش، نمیخوام حالا این لغت رو بگم، لیاقتشو ندارن، نداشتن، و من سعی کردم که توقف بکنم دیگه نکنم. ممکنه نداشته باشن، دقیقا من توقف در اون مورد توقف کردم، و به قول شما همیشه من شما رو گوش میکنم، تلویزیون، رادیو، خوشبختانه فرصت های زیادی دارم که همه برنامه های رو دنبال میکنم. این کار رو کردم که دو مورد بوده که خوشبختانه یه تا این حدی موفق شد، حالا خودم گفتم که خب من تا اون حد کردم، بس دیگه نمیکنم. آفرین، یعنی ترمزتون رو آوردین جلو، اجازه ندادید به باندری شما، به حد و مرزهای شما بی احترامی بشه، درسته؟ برای با نکردن دیگه فکرم بهتر این کار نکنم که یه حدی داره دیگه. برای مرسی خانم دکتر، برای اینکه واقعا من برنامه شما رو گوش میکنم، خیلی خیلی برای زندگی موثره. اون مسائلی که هم در گذشته هستش، من حتما میام خدمتتون برای EMDR حتما، و امیدوارم که همه بتونن اینطوری استفاده بکنن. من خیلی خیلی خواهش میکنم، مرسی. آها ممنون هستم، خواهش میکنم، خدا نگهدار عزیزم، قربان شما، خیلی ممنونم، خواهش میکنم. وقتی حرف از فداکاری میزنیم، فداکاری یعنی مظلوم، بدبخت، واژه‌ای که مادرامون میگفتن فداتون بشم، هرچی بگین تو سرم هم بزنین من گوش میکنم، اون فداکاریه. ایثار به معنی این که من به تو عشق میدم، من و تو با هم برابریم، من و تو یکی هستیم. وقتی فداکاری میکنیم توقع پیش میاد، در رابطه با ایثار توقعی پیش نمیاد. من از تو توقع دارم که با من اینجوری باشی. توقع انتظار یعنی بدبختی، چون من از تو توقع دارم با من اینجوری باشی، تو با من این مدلی رفتار نمی کنی و من بیچاره میشم. نه، من اصلا قرار نیست توقعی داشته باشم. استیون کاوی در یکی از کتاباش خیلی قشنگ نوشته که دو تا مثال هست که بخوام بزنم اگر فرصت باشه، یکیشو میزنم که نابینایی بود در اتوبوس و لگد کرد پای یک نفر و تنش خورد به یکی، همه داد و بیداد و عصبانی شدن و چرا مواظب نیستی، چرا رعایت نمی کنی در اروپا.
و بعد وقتی فهمیدن که این نابیناست، همه پوزش طلبیدن و ازش معذرت خواستن. همه آدم ها توقع داشتن که هیچ کس بهشون نخوره، مثلا یه تنه نخوره. اینجا به خصوص در حالا ایران مسئله نیست، این زیاد اتفاق میفته و میگذریم و اصلا مسئله نیست. اینجا جلوی صف داری میری، یکم این ورتر میری واقعا ناراحت میشن. خوردی به من نگاهت اینجوری تکون خوردی، ای بابا معذرت میخوام. و این توقع زیادی باعث بدبختی ماست. آدم فراکار متوقع میشه. جونم بفرمایید. بله حال شما؟ خیلی ممنون جونم. جانم فرصت کمه. بله خواهش میگم. من چند وقت یه فوبیا پیدا کردم، دیگه نمیتونم تو هایوی درایو کنم. بله بله میتونم کاری برای این بکنم؟ 100%. شما کجا زندگی میکنین؟ من تو نیویورک هستم. اوکی، شما دو کار میتونید بکنید، یا اونجا یکی رو پیدا کنید که با شما کار کنن، یا میتونید فون تراپی با من بگیرید. من اروپا، آمریکا، استرالیا خیلی جاها بوده، فوبیاها بوده، بیماری های خیلی زیادی بوده، تونستم کمک کنم. خب و در حال حاضر این فوبیا چجوری اتفاق افتاد که نمیتونین درایو کنین؟ این فوبیا اتفاق افتاد که یه وقت داشتم تو هایوی درایو میکردم، مربوط به چند سال پیشه، اون موقعی که نه جی پی اس بود چیزی نبود و ترسیدم. شب بود میامدم و بارون شدید میامد و گم شدم. همون موقع باور کنین اصلا پشت فرمان احساس میکردم که دارم هارت اتک میگیرم. ضربان قلبم به شدت شدید شد، طوری شد که من هارت پالپیتیشن گرفتم فور مدت ها و دیگه دیفیوز کردم که پشت فرمان بشم. لوکال میرم ولی هایویز به هیچ عنوان. اصلا این تراکا رو میبینم وحشت میکنم. اوکی بلد. شما اون موقع پانیک اتک گرفتید چون ترسیدید و این حمله رو دیدید، میتونه انگزایتی اتک هم باشه، گرفتید شما و این کاندیشن شده با راه‌های دور با فری وی و اونجایی که گم شدن هست. ما میتونیم کمکتون کنیم که چه جوری بوده، کجای زندگی. چند سالتونه شما؟ من الان 60 سالمه. اوکی، کجای زندگی این احساس لاست بودن، هلپلس بودن، بدون کمک، دیگه چیش کس نیست کمکم کنه، تنها هستم. بله. یه جوری اصلا حامی ندارم. متوجه بله. هستید اینا رو بایتون کار میکنیم، یعنی اگر یه جام رفتین باید اینجوری بایتون کار کنن که کجا بوده اینجوری بوده. این تریگر شده برای شما، خب تریگر شده و دیگه شما نمیتونی بری توی جاده اصلی و فریوی و رانندگی کنی و 100% قابل معالجه است. بله. من تلفنی هم میتونم کمکتون کنم و اگر کسی دیگه رو دارید که نزدیکتونه، بیمتون رو میتونه بپذیره چون ما از راه دور نمیتونیم بپذیریم، میتونه کمکتون کنه، حتما کمک بگیرید و نگذارید این بمونه. برای اینکه تا مزمن بشه مسائل، چه بر فیزیکی چه روانی، ما باید معالجه کنیم خودمون رو. بله. الان قضیه مالی 5-6 ساله. نه اصلا تولید نیست. کیسی داشتیم خانم از اروپا اومدن، بیش از 40 سال بیماری، افسردگی، حتی سایکاتیک شده بودند و اینجا اومدن، چندین دکتر بهترین رو رفتن ولی EMDR نگرفته بودن. اومدن، خدا شاهده 2 جلسه EMDR بهشون دادیم و اون کیس تجاوز بود که زیر، متاسفم بگم ولی اتفاق میفته در ایران، زیر کرسی و عموشون این کار کرده بود و این ترس داشت دیگه. خانم 57-58 ساله بودن و عالی شد، اصلا روحیه عوض شد، حال عوض شد، برای اینکه متوجه شده بود فوبیاهاش، ترساش، نگرانیاش، کابوساش، خوابهاش از چیه. بله. بنابراین قابل معالجه است. دنیا ممنون. من خیلی به شما ارادت دارم بخارم. خیش میکنم. من مقاله شما رو تو بیت فرکر میخونم. آخه. بسیار فکر برتر رو دوست دارم. به به به. آرامی خونم. آخه. که موفق.